مسلماً هیچ کس دلش نمیخواد سختی و بیماری کسی رو که دوست داره ببینه. اما وقتی که همسرم به خاطر یک بیماری سخت پوستی مجبور به جراحی پلاستیک شد، قضیه فرق میکرد. بیماری که برای تأمین پوست مورد نیاز دست از قسمتی از پوست پا استفاده میشد. و برای من دیدن روند درمان، دیدن زیر پوست انسان، دیدن این موجود زنده بدن، من سر شوق میآورد. بله میدونم این رفتار طبیعی نیست، اما این رو هم در نظر بگیریم که این نحوه برخورد با بیماری به خصوص کسی که دوستش داریم نکته مثبت ماجراست. تا جایی که شروع شوق من باعث شد که دکتر همسرم ازم بپرسه به خاطر مریضیش که باهاش ازدواج نکردی ها. این یه بهونه جدید برای من بود تا دوباره به این عنصر شگفت انگیز نزدیک باشم، بدن انسان. بدن یه فیزیک هوشمنده، از خودش مراقبت میکنه، خودش رو مطابقت میده، خودش رو ترمیم میکنه و همه اینها رو در پارادوکسی شگفت انگیز انجام میده. نرمی و لطافت در برابر قدرت و استحکام. ملموس‌ترین قسمت اون پوسته. پوستی که با نرمی و لطمه پذیری قرار از اعضای بدن محافظت کنه و به گونه اون رو میپوشونه. این شگفت انگیزی پوست انسان از چشم ما افتاده. اونقدر همواره بوده که فراموش کردیم چه چیزی بر بدنمون داریم. اما گاه زندگی به ما یادآوری میکنه که از چه چیزی تشکیل شدیم و چشم ما رو به روی این پوشش خارق‌العاده باز میکنه. علاقه من به این مسئله باعث شده که بارها و بارها به بدن به خصوص پوست انسان بپردازم و این قسمتی از نگاه منه به بدن و اینکه چگونه در هنگام یک سانحه، بیماری یا اهدای عضو از طریق پوست وارد بدن میشیم. درباره اعضای داخلی بدن صحبت میکنیم، اما در واقع از لحاظ بصری این پوسته که همه اونا رو پوشونده، مثل یک پوشش، مثل یک لباس. تلاش من در مجموعه عکاسی زخم جلب توجه همگان بوده به بدن، اینکه دوباره به بدن نگاه بشه و در این بین رد و اثر یک واقعه، مثل اثر تلاش برای بهبود یک بیماری، چشم ما رو به روی این پوشش همیشگی باز میکنه. هر لحظه عکاسی این آثار با این فکر گذشت که مثل لباسی که تو رو میپوشونه، این پوست انسانه که اون رو میپوشونه و هر تصویر یادآور این حس خوشایند پوست بر بدنه، هرچند بریده شده باشه و دوباره به هم دوخته شده باشه و این بار رد زخم مثل یک قسمت از دوخت یا تزئین لباس وظیفه این یادآوری رو به دوش میکشه. متشکرم.